اگه دنبال کننده قدیمی کانال باشید از پشت سرم معلومه که من مانیتورامو عوض کردم و دو تا مانیتور جدید گرفتم. قرار نیست در مورد مانیتور رو توضیح بدم. از وقتی مانیتورامو عوض کردم به یه چالش خوردم. چالش چیه؟ مانیتور قبلی من دگمه خاموش روشنش اینجا بود. خیلی وقتا که میخواستم فیلم ببینم و میخواستم یه مانیتور دیگه نورش نباشه خاموشش میکردم، ولی یکی مانیتور دگمه خاموش روشنش این پشته و انقدر این مانیتور بزرگه که دسترسی بهش واسم سخته. قضیه از اونجا جدی شد که واقعا چشمو اذیت میکرد اون نور اضافه وقتی میخوام فیلم ببینم یا یه سری کارهای دیگه انجام بدم. واسه یه راه حل به درد بخور پیدا کردم، گفتم شاید به درد شما هم بخوره، با من همراه بشید براتون توضیح بدم. سلام، مردشیر کابینه اینجا، کانال چاره کامپیوتر. همونجوری گفتم قرار بگم چیکار باید بکنیم با مانیتوری که میخوایم خاموشش بکنیم. واقعا چالش خیلی مسخره ایه، ولی من میخوام فیلم ببینم یه وقتی و میخوام فقط یه مانیتور باشه و نور اون یکی مانیتوره دیگه اذیتم نکنه. قبلا خیلی راحت خاموشش میکردم، الان دیگه نمیتونم خاموشش بکنم. این یه جا. مورد دوم، خیلی وقتا من میخوام یه فایلی رو بذارم آپلود بشه و کامپیوتر مجبور روشن باشه، یا دارم دانلود میکنم کامپیوتر باید روشن باشه و میخوام مانیتورم خاموش بشه و دنبال راه حلش بدم که چیکار میتونم بکنم. توی یکی دو روزی که اولی که خریده بودم چند تا راه حل مختلف رو تست کردم، یک کمی سرچ کردم و میخوام تجربه‌مو با شما به اشتراک بذارم. مورد اول، اگر میخواید که فقط از یه مانیتورتون استفاده بکنید و فقط یه مانیتور دیگه خاموش بشه، هیچ راه حل نرم افزاری واسهش وجود نداره. شما باید علنا یه جورای سخت افزاری این کارو بکنید و بهترین راه حلی که وجود داره چیه؟ سرچ هم که کردم به همین رسیدم. اگه کسی راه حل دیگه ای داره بگه. شما کلید لوگو و پی رو که ببخشید کلید ویندوز رو بهش لوگو هم میگن، لوگو و پی رو که با هم فشار بدید، گزینه های اینکه دو مانیتور شدن هست رو میاره. شما فقط بذارید روی پی سی اسکرین اونلی، یعنی روی یه دونه از مانیتورام، و اینجوری مانیتور دومتون علنا انگار از مدار خارج میشه و فقط یه مانیتوره میشید. اینجوری میتونید یه مانیتورتون رو استفاده کنید. من برای فیلم دیدن از این روش استفاده میکنم، ولی خب توالت عادی دوست دارم که اینجوری باشه. پس این میشه روش اول. روش دوم، وقتیه که من میخوام برم بخوابم یا میخوام مثلا کامپیوترم داره کار میکنه، میخوام فقط مانیتورام جفتشون با هم خاموش بشه. برای این کار دو تا راه پیدا کردم. یه راه اول اینه، از یه دونه دستور پاورشل که دستور رو تو توضیحات واسهتون میذارم، فایلش هم تو کانال تلگرام واسهتون میذارم، استفاده کنید. فایل پاورشل رو دبل کلیک میکنید و دو تا مانیتورتون کاملا خاموش میشه. و روش دوم، استفاده از یه نرم افزار به اسم ترن آف مانیتورز که بریم تو کامپیوتر بهتون توضیح بدم و ببینید چجوریه، شاید به درد شما هم بخوره. خب همونجا که گفتم روش اول استفاده از پاورشل. ببینید این متنیه که شما باید استفاده کنید. من این متن رو اگه بشه داخل توضیحاتم واسهتون قرار میدم، یا اگه نشد تو کانال تلگرام براتون گذاشتم. کافیه فقط این رو کپی کنید، بعد بیاید اینجا یه دونه شورتکات بسازید، نیو شورتکات رو میسازید، اینجا اون متنتون رو پیست بکنید، نکست رو میزنید، اینجا هر اسمی دوست دارید واسهش بذارید، اصلا مهم نیست، حتی میتونید دات اگزش رو پاک بکنید. من میذارم تست خالی و فینیش رو میزنم. حالا این فایل تست ساخته شده، این رو دارمش و هر وقت دبل کلیک بکنید روش این اجرا میشه. حالا میتونید این رو به روش‌های دیگری هم اجرا کنید، یا براش حتی شورتکات کی تعریف بکنید که دیگه کاری بهش ندارم. این روشایی که جداگونه بلدید. به محض اینکه روش دبل کلیک بکنید جفت مانیتوراتون خاموش میشه. این میشه روش اول. روش دوم، استفاده از این وبسایت ترن آف مانیتوره که میتونید نرم افزارش رو دانلود کنید. من لینک دانلود و لینک سایت رو هم داخل توضیحات واسهتون گذاشتم. ببینید نرم افزار این شکلیه و این یکی دیگه غیر از این که مانیتور رو میتونه خاموش کنه، کلی کار دیگه هم میتونه انجام بده. من پیش‌فرض اینو دانلودش کردم و نصبش کردم، میتونید از اینجا دانلودش بکنید. لینک دانلود هم جداگونه واسهتون گذاشتم. و ببینید چجوریه، نرم افزار اینجا میاد قرار میگیره. اگه دبل کلیک بکنم مش مانیتورم خاموش میکنه، اگر رایت کلیک بکنم مش گزینه هاش رو واسم میاره، گزینه های ممکنش رو اینجا واسم میاره و میتونم هر کدومو تنظیم کنم. ببینید همه کارهای ممکن، مثلا شات داون کردن، سیستم ستینگ، چه سیستم ستینگ هایی داشته باشید و شورتکات بتونید بسازید، رایت کلیک منیو منیجرتون چی باشه، کلی گزینه داره. فقط حواستون باشه اگر اولین بار خودش این پیغام رو اصلا بهتون میده، میگه شاید این رو بزنی خاموش بشه و بعد از یه مدت دوباره روشن بشه. اگه اینجوری شد خودش یه آدرس داده، گفته برو اینجا و تنظیمات رو چک کن. برای من این اتفاق یه بار افتاد، از دفعه بعد دیگه این اتفاق نیفتاد و اوکی داره کار میکنه. ولی اگر افتاد واسهتون به پیغامی که خودش میده توجه کنید. شاید حتی بخواید بلک اسکرین نشون داده بشه، یعنی که میخواید مثلا صفحتون سیاه بشه، نور پس زمینه نداشته باشه، اینجور چیزا، میتونید از این گزینه هم استفاده بکنید. یا بعد از یه مدت زمان خاصی مثلا مانیتورتون خاموش بشه،
کلی از این گزینه‌ها داره که میتونید دیگه هر کدوم رو خواستید ببینید و ازش استفاده بکنید. من دیگه نمیخوام تک تک گزینه‌ها رو بگم و اصل کاری که من میخواستم بکنم این بودش که مانیتورم خاموش بکنم. اینجا هم ستینگ مختلفش رو میتونید ببینید، هر ستینگی که دلتون میخواد رو براش ست بکنید، مثلا کلید میانبر بذارید یا مثلا هاتکی برای ترن آف مانیتور، هاتکی برای لاک کردم و ترن آف مانیتور، یعنی هم لاک بشه هم ترن آف بشه مانیتورتون. اینجا دیگه تنظیمات زیادیه که این نرم افزار داره، برخلاف اون یکی روش این کلی تنظیمات مختلف هم داره، حالا هر کدوم به کارتون میاد استفاده کنید. خب اینم از این، اینم از اون چالش‌های عجیب غریبی بودش که فکر کنم فقط من تو دنیا بهش برمیخورم، ولی از اونجایی که سرچ کردم دیدم خیلی‌های دیگه هم این چالش رو داشتن و وقتی اینقدر راه حل واسش به وجود اومده حتما خیلی‌های دیگه هم بهش برمیخورن، گفتم ویدیوشو درست بکنم، شاید به درد شما هم بخوره. نظرتون رو بهم بگید، راه حل دیگری اگر سراغ دارید حتما توی کامنت‌ها بهمون بگید و دمتون گرم. حمایت مالی و معنوی لینکش توضیحات هست، خیلی هم خوشحالم میکنید اگه این کارو انجام بدید. دمتون گرم، مرسی، فعلا خدا نگهدار.